سلام، با خبرهای این ساعت طلوع با شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز شنبه نهم ماه صبر سال 1391 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 28 ماه اپریل سال 2012 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. از سرگیری گفتگوهای صلح از سوی طالبان با مقامات امریکایی در قطر، با میان آمدن تغییرات بیشتر از 50% در مسوده قانون انتخابات، با تاکید لون پنتا بر پیکار جدی با هراس افغانی. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. طالبان گفتگوهای صلح را با مقامات آمریکایی در قطر از سر گرفتند. یک شبکه خبری بریتانیایی از زبان برخی از اعضای رهبری طالبان می‌نگارد که ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان همین گفتگوها را در قطر تایید کرده است. اعضای رهبری طالبان تاکید می‌ورزد که گروه طالبان انگام آتش بس اعلام خواهد کرد که تمامی نیروهای خارج از افغانستان بیرون شوند. به تازگی گزارش های پخش شدند که واشنگتن می کوشد تا برای اثرگیری گفتگوهای صلح زندانیان طالب را از گوانتانامو به جای قطر به کابل انتقال بدهد. اما شبکه خبری 4 بریتانیا از زبان برخی از مقام های طالبان می نگارد که یک هیئت 5 نفری طالبان برای اثرگیری گفتگوهای صلح با امریکاییان به قطر رفته است. به باور این مقام ها طیب آقا خسربوره و سخنگوی ملا عمر و مولوی شهاب الدین دلاور سفیر پیشین طالبان در عربستان سعودی همراه با 3 تن دیگر اعضای این هیئت هستند. دوباره آغاز شدن گفتگوها که البته به شکل ابتدایی است بین رهبری طالبان و مقامات مربوطه ایالات متحده آمریکا، ما از این استقبال میکنیم و این یک معبر میدانیم که از این را باید به طرف مذاکرات بین الافغانی رفت و ما باور داریم که این مساعدت میرسانه به این که گفتگوهای بین الافغانی شروع شد. این مقام های طالبان که میخواهند نام هایشان گرفته نشود به شبکه 4 خبری بریتانیا میگویند که پیش از رفتن این هیئت به قطر نشست میان همه شاخه های طالبان برگزار شده بود تا این هیئت به نمایندگی از تمامی شاخه های طالبان با امریکاییان گفتگو کند. در این نشست فیصله شده است که جنگ در برابر نیروهای خارجی و حکومت افغانستان ادامه یابد. این مقام های طالبان تاکید می‌ورزند که ملا عمر رهبر گروه طالبان هم آغاز اثرگیری گفتگوها را با امریکاییان تایید کرده است. یک بازی سیاسی وجود دارد. این بازی صحنه های رنگارنگ با خود داره که باید متوجه از این بود، اما به هر حال چون صلح بالاخره امو سرمنزل است که باید به او رسید و من فکر میکنم که طالبان هم باید واقعیت ها را درک بکنن، خالص به بازی سیاسی اینها توجه نکنند. پیش از این حکومت افغانستان از ایجاد دفتر طالبان برای گفتگوهای صلح در قطر استقبال کرده است، اما طالبان هدف ایجاد این دفتر را در دوحه مبادله زندانیان طالب به ویژه 5 فرمانده ارشد آنان چون ملا فضل آخوند، نورالله نوری، عبدالحق وسیق، خیرالله خیرخواب و محمد نبی گفتند. در این حال جبهه ملی افغانستان هشدار میدهد که حکومت هیچ اراده سیاسی در پیکار با هراس افغانی ندارد. رهبر این جبهه تاکید می‌ورزد که حکومت افغانستان می‌خواهد تا به زودی با طالبان یک حکومت مشارکتی در کشور بسازد. در این حال رهبر ائتلاف ملی بر تعیین زمان مشخص برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید می‌کند. رهبر جبهه ملی که در یک مراسم تجلیل از 8 ثور سخن می‌زد، طالبان را انگیزه اصلی مبدل شدن افغانستان به یک مرکز هراس افغانی می‌داند و تأکید می‌ورزد که جبهه ملی با آن گروه‌هایی که نمی‌خواهند قانون اساسی کشور را بپذیرند و از کشتار مردم دست بکشند، صلح نخواهد کرد. روان شکسته‌ای که در وجود لیدرشپ سیاسی فعلی دیده می‌شود نشان می‌دهد که اینا هیچ گونه اراده مبارزه علیه تروریسم را ندارند و همچنان سخنان اخیر رهبران سیاسی کشور نشان دهنده است که حکومت هر چه زودتر می‌خواهد با جناح‌های افراطی و با طالبان یک نوع حکومت مشارکتی یا ائتلافی را به وجود بیاره.
در همین حال رهبر ائتلاف ملی کمک های جامعه جهانی را یک نیاز جدی می داند و تاکید می ورزد تا هنگامی که افغانستان بر پاهای خودش نیستد کمک های جامعه جهانی یک نیاز جدی است. انتخابات آینده نباید انتخابات تخلف آمیز باشه و برای شفافیتش تاریخش باید تعیین شود و اصلاحات به میان بیاید. در این میان رئیس شورای عالی صلح و سرپرست جمعیت اسلامی از تلاش‌های صلح افغانستان سخن می‌زند و از حکومت می‌خواهد تا عاملان کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح را شناسایی نماید. در حالی که ما روند مسئولیت‌های امنیتی را از نیروهای بین المللی و نیروهای افغان پیش رو داریم، انتخابات ریاست جمهوری نیز در پیش روی ماست. این همه مسائل دشوار و کلان نیاز به بستر آرام و صلح دارد. متاسفانه دقت نکردیم، توجه نکردیم، ما در بین خود درگیر شدیم. درگیری داخلی ما دیگه ضرورت به این پیدا نشد که خریداری بکنن. دیگه ما همه علیه هم دیگر خود استفاده کردیم. نتیجه شد که کسای دیگه را بیارن بر ما حاکم بسازن. رهبر جبهه ملی می افزاید که هرچند میلیون ها دلار از سوی جامعه جهانی در کشور مصرف شده است، اما در 10 سال گذشته دستاورد بنیادی در کشور پدید نیامده اند. دو مرد مسلح امروز بر ساختمان ولایت کندهار حمله کردند و پس از درگیری با نیروی امنیتی افغان کشته شدند. به گفته مسئولان امنیتی این ولایت در این رویداد دو سرباز پلیس نیز جان باختند. مقامات ولایت کندهار میگویند که این دو مرد مهاجم بسیار ماهرانه داخل محوطه ولایت شدند. والی کندهار میگوید که این دو مرد هنگامی که میخواستند داخل ساختمان ولایت شوند، از سوی پلیس شناسایی شدند و پس از درگیری کوتاه به قتل رسیدند. وی میافزاید که در این رویداد دو سرباز پلیس نیز جان باختند و یک پلیس دیگر زخم برداشته است. دو تن شهیدان درو در خپل محافظینو څخه یو نفر زخمی درو. چاغش په خلیت انتقال سوی دی هغه تر ډیری جدي تداوی لاندې دي. نور ټول مامورین ټول کسان په خپل ځایو باندې دي. هیڅ کوم داسې دغه خبره بله نشته. در همین حال فرمانده پلیس کندهار میگوید نیروهای امنیتی در جلوگیری از حمله این دو مرد مسلح ناکام بودند و باید پیش از وقوع این رویداد جلو حمله آنان گرفته میشد. وی میافزاید که با کشته شدن این دو مرد مهاجم جلو کشته شدن بسیاری از مردم بیگناه گرفته شد. او موږ دا څه پورتنه وکړه پلیس شهر یې لکه وو دا به زموږ دپاره هم یو بدی خو دښمن نه یو داسې تکتیک چې هغه په چمبرلانو کښې یو ډېرې کوچنۍ توپنچې د هغه پټن کړې وې او بیا را تېر کړې وې. مقام های امنیتی می افزایند که از نزد یکی از این دو مرد ورق نیز به دست آمده است. در این ورق این مرد نام خودش را جاوید گفته است و ظاهرا خواستار رهایی برادرش از زندان بگرام شده است. گفتگوها میان آمریکا و پاکستان برای عادی سازی رابط میان این دو کشور با شکست روبرو شدند. نیویورک تایمز می نویسد که گفتگوها میان اسلام آباد و واشنگتن از آن رو شکست خوردند که پاکستان خواهان پوزش‌خواهی بدون قید و شرط واشنگتن از یک حمله ناتو بر مهمند جنسی بود، اما مقامات آمریکایی این درخواست را رد کردند. روزنامه می افزاید که پس از حملات اخیر طالبان در افغانستان که در پاکستان تحریزی شده بودند، واشنگتن تصمیم گرفته است از اسلام آباد پوزش نخواهد. روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارش تازه می نویسد که مارک گراسمن نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان بدون کدام دستاورد جمعه شب اسلام آباد را ترک کرد، زیرا گفتگوهای دو روزه وی با مقامهای پاکستانی برای پایان دادن به بنبست چندین ماه در روابط این دو کشور بی نتیجه پایان یافتند. در همین حال این روزنامه از زبان یک مقام بلندپایه آمریکایی می نویسد که هرچند واشنگتن برای پوزش خواهی از اسلام آباد از حمله ناتو بر مهمند جنسی تمایل داشت، اما پس از حمله های گروهی اخیر طالبان بر کابل و 3 ولایت دیگر در افغانستان که به دستور شبکه حقانی مستقر در وزیرستان شمالی تحریزی شده بودند، این تصمیمش را تغییر داد. شبکه پیچیده ای از خواستهای دو طرف گفتگوها را میان اسلام آباد و واشنگتن با بنبست روبرو ساخته است. مقام های پاکستانی تاکید می ورزند که بدون یک پوزش های رسمی این کشور راهای تدارکاتی ناتو را باز نخواهند کرد. در مقابل امریکاییان بین 1.18 و 3 میلیارد دلار کمک های تعهد شده نظامی را به پاکستان متوقف ساختند.
در همین حال برخی از آگاهان میگویند که در گفتگوها میان ایالات متحده آمریکا و پاکستان در اسلام آباد مسئله پوزش خواهی مطرح نیست، بل خواست پاکستان از آمریکا این است که رهبری افغانستان پس از سال 2014 میلادی به گروه‌های متحد پاکستان سپرده شود. موضوع اساسی در مذاکرات اسلام آباد بین افغانستان، پاکستان و آمریکا مسئله معذرت خواستن نیست. مسئله اساسی است که بعد از 2014 در افغانستان کی حکومت بکنه. پاکستان می‌خواهد که چگونه طالبا در محوریت مذاکرات و در رأس رهبری دولت افغانستان قرار داشته باشد. که این خواست پاکستان برای آمریکا با توجه به وضع منطقوی و وضع دنیا یک مقدار پیچیده و یک مقدار سخت است. باید ایالات متحده آمریکا با قاطعیت طور فشار بالای پاکستان بیاره که فشار هم اقتصادی باشه، هم سیاسی باشه و در فرجامش هم نظامی باشه که اینا را تحت فشار قرار بدن که از خشونت در داخل این کشورهای منطقه دست بکشن. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که با وجود این بن‌بست‌ها نمی‌شود پیش‌بینی کرد که آیا پاکستان در نشست شیکاگو شرکت خواهد کرد یا نه، اما اداره اوباما به شرکت پاکستان در نشست شیکاگو علاقه‌مند است و می‌گوید که غیبت پاکستان در این نشست ناراحت کننده خواهد بود، زیرا محور این نشست مأموریت ناتو در افغانستان است. کمیسیون مستقل انتخابات از به میان آمدن بیشتر از 50% تغییرات در مسوده قانون انتخابات خبر میدهد. رئیس این کمیسیون میگوید که بر بنیاد این قانون بسیاری از چالش‌های قانونی در انتخابات‌های بعدی از میان برداشته خواهند شد. از سوی هم وی تاکید می‌ورزد که هیچ تغییری در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به میان نخواهد آمد و این انتخابات بر بنیاد قانون اساسی کشور برگزار خواهد شد. در این حال نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از به میان آمدن تغییرات در قانون انتخابات استقبال می‌کند. در این روزها زمان مشخص برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بیشتر بحث برانگیز شده است و برخی از مشکلات در قانون انتخابات نیز واکنش هایی را به همراه داشته است. در این میان کمیسیون مستقل انتخابات از به میان آمدن تغییرات در قانون انتخابات سخن میگوید. تفاوت مسوده جدید قانون انتخابات با فرمان تقنینی که در گذشته بر روی تزوم انتخابات برگزار کردیم، تغییراتش در حدود بیشتر از 50% است که در تغییر آمده. شما شاهد چالش های زیاده بوده که بعضی از چالش ها ناشی از موارد قانونی قضیه بوده. شما میدانید وقتی نهادها مداخله کردن در قضیه انتخابات، هر کدام فکر میکرد که مداخلهش قانونی است. به می دلیل ما مواردی را پیش بینی کردیم که در کدام جای کدام نهاد میتونه چگونه همکاری کنه، چگونه مداخله کنه، کدام نهاد میتونه در چه موضوع صلاحیت داشته باشه. در اینجا هم کمیسیون مستقل انتخابات برای ساختن برنامه راهبردی نشست دارد تا چگونگی چالش های انتخاباتی را رسیدگی نماید. بر بنیاد این برنامه کمیسیون مستقل انتخابات میکوشد تا فساد در این کمیسیون ریشه‌کن شود و هزینه برگزاری انتخابات نیز به حداقل کاهش یابد. در کنار نگرانی ها درباره زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات در این باره هم پاسخ روشن میدهد. باور ما این است که در انتخابات ریاست جمهوری که یک انتخابات بسیار مهم در سطح کشور است، با جزئیات در قانون اساسی افغانستان پیش بینی شده. شما در شب و روز میشنوید که بحث تقویم انتخابات ریاست جمهوری است که آیا وقتش به تأخیر بیفته، به تعویق بیفته، چگونه در برابرش برخورد شود. ما فکر میکنم هرگاه قانون اساسی افغانستان در این حصه ساکت میبود، باز این بحث ها شاید من حیث یک بحث جنجال برانگیز در کشور مطرح میشد. اما قانونگذار در وقتش به گونه ای را مشخص ساخته که حتی روزش که کدام روز کار رئیس جمهور گذشته پایان میافته و رئیس جمهور جدید به کار خود آغاز میکنه. گفته می شود که در برنامه راهبردی کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر بر شفافیت در برگزاری انتخابات و نیز بی‌طرفی این کمیسیون تاکید شده است. شماره از اعضای مجلس نمایندگان خانه بررسی اختلاس 70 میلیون دلار از سوی وزیر انرژی و هاپ هستند. آنان می گویند که اگر مجلس نمایندگان از اختلاس محمد اسماعیل آگاه بود و با این همه بابای رای داده است، این کار یک خیانت ملی است. این نمایندگان تاکید می‌ورزند که رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق راهبرد مبارزه با فساد اداری باید به مجلس خواسته شود تا این رویداد را روشن بسازد.
پس از آن که دارای عالی نظارت بر تطبیق راهبرد مبارزه با فساد اداری، محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب را به غصب یک زمین دولتی برزش 70 میلیون دلار در هرات متهم ساخت، شمار از نمایندگان میگویند که نداره در این باره باید اسناد ارائه نماید. جناب آقای اسماعیل خان ادعا کرده که 70 میلیون دلار یا دزدی کرده یا خیانت کردن، او در اون صورت ثابت میشه که محاکمه را ثابت بسازن. اگر خودش کنم سند شواهد دارن، مهربانی در داخل تالار بیا بگه به این دلیل به این دلیل به این دلیل تو 70 میلیون دلار دزدی کردی. پخوا به ایو وزیر صاحب ته اشاره کوله، اوس ګڼ شمېر وزیر صاحبانو، والیانو او قمندانانو ته اشاره کوي، او دلته په ګرافانو کې هم لیکل شوي دي. که چېرته وي راځئ نن په دې په باب تصمیم ونیسو، او د نودین صاحب نه رسمي وغواړو چې هغه څوک چې په فساد ککړ دي د هغې رسمي مکتوبونه مجلس ته راولي. در همین حال شمار دیگر از نمایندگان میگویند که اگر این مجلس در این باره اقدام جدی نکند، جایگاه مجلس زیر پرسش خواهد رفت. یو کس، دو کس یا پنځه کس به داخل وي، اما د ټولو استازو، د ټولو وکیلانو، د ولسي جرګې حیثیت په دې کې د هر څه نه مهم دی. این گفته ها در حال ابراز می شوند که پیش از این رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق راهبرد مبارزه با فساد اداری در یک نشست عمومی مجلس سنا گفت که نمایندگان مردم با وزیری که به اختلاس 70 میلیون دلار متهم است رأی دادند. پنتاگون شکست کامل شبکه القاعده را با یک بارگی امکان پذیر نمی داند. لیون پنتا می گوید که برای نابودسازی کامل شبکه القاعده کدام گلوله معجزه‌گر وجود ندارد، هرچند پنتا کشته شدن اسامه بن لادن را ضربه سخت بر شبکه القاعده می داند، اما تاکید می ورزد که تهدید هراس افغانی هنوز هم وجود دارد. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا که برای گسترش روابط نظامی با کولومبیا، برزیل و چیلی از این کشورها دیدن کرد، بر پیکار جدی با هراس افغانی تاکید می‌ورزد. هرچند لیون پنیتا می‌گوید که کشته شدن اسامه بن لادن شبکه القاعده را ناتوان ساخته، اما می‌افزاید که هنوز هم تهدید هراس افغانی پابرجاست. در همین حال دبیر کل سازمان ملل متحد بر مبارزه جدی با هراس افغانی تاکید می‌ورزد و می‌گوید که عاملان حمله‌های ممبئی باید به پنجه قانون سپرده شوند. همزمان با این وزیر خارجه هند پیکار با هراس افغانی را یک نیاز جدی می‌داند. نیاز به همکاری جهانی در کار مبارزه با هراس افغانی و گفتگوهای آینده درباره توسعه پایدار از موضوعات هستند که در اولویت کارمان قرار دارند. وزیر خارجه هند در حال از مبارزه جدی با هراس افغانی سخن میگوید که 4 سال پیش 10 شبه نظامی بر شهر ممبئی حمله کردند که 9 تن آنان از سوی نیروهای امنیتی از پا در آمدند و اجمل قصاب که شهروند پاکستان از گرفتار شد و از سوی دادگاه در ممبئی به مرگ محکوم گردید، اما 7 تن دیگر که اعضای گروه لشکر طیبه هستند در پیوند با این حمله ها که نزدیک به 170 کشته بر جا گذاشتند متهم شدند، اما پاکستان برای به دادگاه کشانیدن این افراد کار نکرده است. باز هم خوش آمدید به این هم چند خبر اقتصادی. بانک جهانی سالانه 950 میلیون دلار را به گونه بدون بازپرداخت به افغانستان کمک می کند. بانک جهانی که یک سند راهبرد موقت را برای کمک به افغانستان تا پایان روند انتقال و سالهای پس از آن به بررسی گرفته است، می گوید که رشد اقتصادی 9% کنونی در افغانستان وابسته به کمک‌های و مصارف جامعه جهانی است. این نهاد پیش بینی می کند که با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان این رشد به 5% کاهش خواهد یافت. مسئولان بانک جهانی میگویند در سالهای آینده 950 میلیون دلار سالانه به افغانستان در بخش‌های صحت، معارف، پروژه‌های جاده‌سازی و آبیاری، فراهم‌آوری خدمات متوازن، رشد همه‌جانبه و ایجاد فرصت‌های شغلی هزینه خواهد کرد. از این پول هم ساله 150 میلیون دلار آن از طریق اداره توسعه بین‌المللی و 800 میلیون دلار آن از طریق صندوق بازسازی افغانستان در کشور هزینه خواهد شد. این امر نهایت ضروری است تا همه افغان‌ها به خصوص مردم روستاها در توسعه منابع طبیعی نقش داشته باشند، که در نتیجه این امر به نوبه خود سبب تقویت توازن امنیت و روش‌های پایدار حفاظت از محیط زیست می‌گردد.
کاهش رشد اقتصادی افغانستان از 9% به 5-6% پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان از نگرانی هایی است که بانک جهانی با اشاره به آن بر عملی شدن پروژه های زیربنایی، استخراج معادن، تولید انرژی برق و توسعه صادرات و ترانسپورت تاکید دارد. اما وزارت مالیه می گوید برای نگهداشت رشد اقتصادی کنونی کشور برنامه های بزرگی را روی دست گرفتند. دلتا بندونه جوړیږي لکه د شاوروز بندې او کمال خان بندې او نور برخه جوړیږي د زراعت په برخه کې ډیر پرمختګونه روان شوې دي چې دلته ډیر سرمایه گذارنه ورته ایښودل شوې دي او پرختی برخه ته ورته پام شوې. در راهبرد موقت بانک جهانی برای افغانستان بر ساخت زیربناهای اساسی و پروژه های شغل آفرین در افغانستان تاکید شده است که بر بنیاد آن گذشته از حل مشکلات امنیتی زمینه رشد اقتصادی کشور فراهم خواهد شد. در این حال شما را از آگاهان از پیامدهای ناگوار شفاف نبودن قراردادهای معادن کشور هشدار میدهند. این آگاهان میگویند که در حال حاضر اثرهای اقتصادی و محیط زیستی استخراج معادن چنان که لازم است از سوی دولت ارزیابی نمیشود که این کار در دراز مدت میتواند خطرهای بزرگی را در پی داشته باشند. اما وزارت معادن میگوید که این وزارت در قراردادهای معادن شفافیت و حسابدهی را به گونه معیاری در نظر میگیرد. تنها چند روز پس از آنکه نهاد گلوبال ویتنس در گزارش از وجود برخی مشکلات در شفافیت پیمان معدن مس عینک و پیمان معدن طلای قرزغن ابراز نگرانی کرد، شماری از آگاهان اقتصاد نیز از شفاف نبودن برخی پیمان های معدن کشور و وجود چالش های گوناگون در این پیمان ها سخت ابراز نگرانی میکنند. تنها یک قرارداد سنگ مس قرارداد کردن و از او طریق به مثال تنها درآمد اعلان کردن که ما اینقدر درآمد داریم بدون پیامدهای محیط زیستی، بدون پیامدهای اجتماعی از این برقیده یک مقدار دشوار است. از آغاز من بازم با صراحت بگم که افغانستان این ظرفیت هیچگاه در هیچ مقطع زمانی نخواهد داشت با این تخصصی که داره که اینو قراردادهای دست بین‌المللی با این مناقصه کردن اینو ارزیابی دقیق بکنن. از اینکه بررسی شفافیت پیمان‌های معدن کشور از مسئولیت‌های نهاد ابتکار شفافیت منابع استخراجی است، خواستیم تا دیدگاه مسئولان این نهاد را نیز داشته باشیم، اما موفق به این کار نشدیم. در همین حال وزارت معدن بر شفاف بودن قراردادهای معدن کشور تاکید می‌ورزد و می‌گوید که به همین منظور چندین نهاد جهانی و یک گروه نظارتی چگونگی شفافیت قراردادها را به گونه جدی نظارت می‌کنند. ما مکانیزم‌های را ایجاد کردیم که شفافیت به حد بالایش برسه و همو باعث شد که ما عضویت ایتیای بگیریم. در قسمت قراردادهای بعدی، در قسمت قرارداد گذشته اگه با شما بگویم، در اون قسمت نگرانی های وجود داشته، ولی ما تا هنوز سند نداریم که او اسناد وجود نداره که ما بگویم که روی از او گپار مستند بسازیم. این در حالی است که پیش از این نهاد پژوهشی گلوبال ویتنس از دولت خواسته است که اطلاعات لازم را درباره قراردادهای معدن در اختیار مردم بگذارد و متن پیمان های معدن را نیز اصلاح سازد. و این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 49 افغانی و 95 پول، یک یورو 66 افغانی، یک درهم امارات 13 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 990 افغانی، 1000 تومان ایرانی 29 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 546 افغانی. خبرهای ورزشی را همکارم تقدیمتان می کنم. با عرض سلام، این همچند رویداد ورزشی. سنوکربازان افغانستان با پذیرفتن شکست در برابر رقیبانشان از دامه رقابت‌های قهرمانی سنوکر آسیا کنار رفتند. در این دیدار که در مرحله 8 بهترین برگزار شدند، محمد سالم محمدی 5-2 در برابر سنوکرباز هند شکست خورد و نادر سلطانی 4-3 مغلوب ورزشکار تایلند شد. پیش از این رئیس خان سنزای 4-0 از محمد سالم محمدی شکست خورده بود. این رقابت‌ها با حضور ورزشکاران 24 کشور آسیا در دوحه قطر برگزار شدند و امشب پایان خواهند یافت. رقابت‌های فوتبال در ولایت فرا با قهرمانی تیم فوتبال انصاری پایان یافتند. مقام دوم را تیم جمشید فیروز از ولایت نیمروز به دست آورد و تیم فوتبال کوثر فرا در مکان سوم استاد. هدف از برگزاری این رقابت‌ها استقبال از گزارش ورزشگاه شهید پهلوان زمانشاه گفته شده است. این رقابت‌ها با حضور تیم‌های انصاری و کوثر از فرا، جمشید فیروز از نیمروز و استقلال از بادغیس برگزار شده بودند و سه روز ادامه داشتند. رقابت‌های انتخاباتی کیک بوکسینگ ولایت کاپیسا با قهرمانی باشگاه مرکزی پایان یافتند. مقام‌های دوم و سوم را باشگاه‌های جوانان و جوانان قلعه نو به دست آوردند.
در پایان رقابت ها 12 شهر برتر برای حضور در تیم منتخب کیک بوکسینگ کاپیسا برگزیده شدند. محمود کوهستانی از باشگاه مرکزی لقب بهترین مبارز را نیز به دست آورد. این رقابت ها با حضور 50 ورزشکار از 4 باشگاه در حصه اول کوهستان برگزار شده بودند و یک روز ادامه داشتند. و اینکه تیم کرکت اتفاق مقام اول رقابت های قهرمانی کرکت ولایت اروزگان را به دست آورد. در فرجامین دیدار این رقابت ها اتفاق از صد تیم جوانان گذشت و به قهرمانی رسید. هدف از برگزاری این رقابت ها پیشرفت و نهادی نشدن ورزش در ولایت اروزگان گفته شده است. این رقابت ها با حضور 4 تیم در میدان ورزشی ترینکوت مرکز اروزگان برگزار شده بودند و دروس ادامه داشتند. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیم می کند. فردا کابل آسمان نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 18 پایین‌ترین 10. مزار شریف آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 31 پایین‌ترین 17. کندهار آسمان نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 30 پایین‌ترین 19. جلال آباد آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 31 پایین‌ترین 21. و سرانجام در شهر هرات آسمان نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 32 پایین‌ترین 18. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. از شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز باشید. وقت خوش. خدا نگهدار.